روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. چقدر باید استراحت کرد؟ زندگی امروزی آنقدر از حادثه ها و حالت های همدیگر را عوض کننده پر است که از انسان ها جد و جهد بسیار طلب می کند. بیخوابی در بین اهالی بسیار کشورها پهن گردیده است. انسان ها در کوشش مایوسانه استراحت و برقرار نمودن قوه خود میلیون ها واسطه و واسطه های آرام کننده، یعنی دواها و غیره ها را استفاده می کنند. چرا من همیشه خود را خسته حس می کنم؟ سبب این نمی تواند زکام و یا اینفلونزا باشد که ارگانیسم را ضعیف نموده قوت را کم می کند، یا ممکن است شما افسرده باشید. بسیاری اشخاص در اصل سالم با کاری کم حرکت مشغولند که سربار احساسات زیاد دارد. بسیاری وقت صبح ها از خواب خسته خود را راحت احساس نمی کنند. علاوه بر این زیاد است اشخاصی که روزانه چون یک پیاله قهوه، چای، پیپسی یا کوکاکولا و مانند اینها را می نوشند. کافئین در ترکیب آنها جا داشته نموه بخشنده سیستم مرکزی اعصاب و سبب از همه متصل بیخوابی می باشد. علایم از همه پهن گردیده خستگی چگونه اند؟ بغیر از این بیمدار شوی، خستگی و خشم زیاد مشاهده می شود و خورترین سبب شما به غضب می آیید. برای انجام کارهای روزانه جد و جهد زیاد در کار است. در نهایت کار انجام کوچکترین کار زور نرس می نماید.
خستگی قوه ایجاد انسان را برباد می دهد و قابلیت فکر خلل می رساند. فعالیت انسان کم می شود. اگر برای برطرف نمودن خستگی در موقع چاره اندیشیده شود، پس آن می تواند به خستگی از حد زیاد، بیمداری ارگانیسم و افسردگی دچار سازد. بین استراحت و این مشکلات چگونه علاقه است؟ استراحت به ارگانیسم ما امکان برقرار نمودن قوه و قدرت را می دهد. در این وقت از ارگانیسم ماده های مضر یعنی زهرها بیرون می شوند. تعمیر شکست ها عملی می شود. ذخیره ماده های برای فعالیت حیات در کار پر می گردند. نیرو برقرار می شود. غیر از این استراحت به درمان جراحت های جسمی و احساسات مساعدت نموده در حالت به بیماری های سرایتی گرفتار شدن یاری می رسانند. برای برطرف نمودن عاقبت های استرس و بیماری های گوناگون امکان می دهد. استراحت سیستم ایمنی را که ما را از بیماری های محافظت می کند استوار نگه می دارد. طرز و طریقه درست استراحت به دراز عمر شما مساعدت می کند. چند سال پیش تحقیقات وسیع گروهی از آدمان نشان داد که بیشترین دوامیت حیات را کسانی صاحب بودند که منظم هر شب 7-8 ساعت خواب می کردند. درجه مرگ در بین اشخاصی که از 7 ساعت کم یا زیاد می خواب می کردند بالا بود. وقت استراحت باید چقدر باشد؟ انسان به نمودهای مختلف استراحت نیاز دارد. پیش از همه خواب شب ضرور است. اطفال نوپیدا در یک شبانه روز 16 تا 20 ساعت خواب می روند و اطفال خرد دیگر 10 تا 12 ساعت. در کلان سالان طلبات خواب گوناگون است و در اکثریت آن تخمیناً 7 تا 8 ساعت را تشکیل می دهد. انسان ها این چنین به تغییرات تکراری نظم زندگی نیاز دارد. در دوره جنگ جهانی دوم در بریتانیای کبیر هفته کاری 74 ساعت جاری گردیده بود، ولی مردم به چنین نظمی کار تاب آورده نتوانستند. یک چند گزینه را سنجیده در هفته کاری 48 ساعته با وقفه های منظم در چاشت و یک روز رخصتی برای استراحت در هفته قرار گرفتند، زیرا که محض چنین نظم بیشترین حاصل برای مهنت را می داد. جمعیت نیز طلبات را به دیگر دوره های استراحت حقوق انسان می شمارید. در رابطه با دوا و واسطه های خواب آور چی می گویید؟ آیا آنها یاری می رسانند؟ خواب معتدل از دو دوره عبارت است، خواب سبک و عمیق. هنگام خواب سبک انسان می تواند خواب ببیند که این خواب ها راه خلاص شوی از سرگذرانی های روزی گذشته می باشند. خواب به کمک دواهای خواب آور البته به آدم امکانی از واقعیت دور شدن را می دهد، ولی دوره خواب بینی را پخش می کند. نظر انسان ها چنین می رسد که آنها تمام شب محکم خواب رفتند، ولی اکثر وقت صبح ها خواهش هوشیار شدن دیده نمی شود. در حالت های تعجیلی دواهای خواب می تواند مفید باشند، ولی آنها را زود زود استفاده کردن لازم نیست. این به بیمدار شوی ارگانیسم شما سبب می شود. برای آرام شدن و خواب رفتن بعضی ها از نوشیدنی های اسپیردار استفاده می کنند، ولی این به ارگانیسم استراحت با ارزش برقرار کننده را می دهد، چنانی که خواب مقرر می دهد. برای بهتر خواب رفتن من باید چی کار کنم؟ در وقت کار اگر امکان باشد کوشش نمایید به مدتی کم تفریح کنید. یک گلاس آب نوشید، بیرون برآمده کمی قدم بزنید، یک چند مرتبه عمیق نفس بکشید. هر روز برای ورزش و حرکت 30 تا 60 دقیقه وقت بگذارید. مشق‌های جسمانی در برقرار نمودن نیرو یاری می رساند، عصب را آرام می کند و برای رهایی از افسردگی نیز یاری می رساند. کوشش کنید تا در یک وقت معین خواب کنید، از خواب برخیزید، صبحانه بخورید و ورزش کنید. برای ارگانیسم شما رعایت نمودن ترتیب منظم روز نهایت منفعت آور است. شما 4 ساعت پیش از خواب کردن باید غذا بخورید. معده خالی و استراحت کرده به خواب با ارزش شب بیشتر مساعدت می کند. ونه شیرگرم برای آرام شدن خوب یاری می رساند. اگر شما هنوز هم خواب کرده نمی توانید، کوشش کنید برکت هایی را به یاد آورید که خداوند به شما عطا کرده است. قلب خود را از شکر، آرامی و آسایش ها پر کنید. استراحت قسمت مهمی نظم زندگی است. اگر ما همیشه منظم باشیم، به موفقیت ها خواهیم رسید. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید.
بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. باوری هر یک سمت حیات خود را غنی گردان. این را در حیات تطبیق نما. کلام تو چراغ است برای پایم و نور است برای راهم. ترانه زبور 118 آیه 105. این تحقیقات ها معلوم می نمایند که اعتقاد های دینی و خود ایمان به جسم و همچنین به بیماری های خروشانی تأثیر مثبت دارد و این تعجب آور نیست. همین طور نه؟ خداوند بسیار می خواهد که اراده او برای آن است که ما زندگی سالم، خوشنود و مقصدناک و پرمعنا داشته باشیم. در حالت واخوردن با مشکلات های خروشانی با خدا حرف زنید. با سخن او روی آورید. لقای او را جویید. با او باور کردن را دوام دهید. گرچند که ما آینده خود را نمی دانیم، ولی ما باید باوری داشته باشیم که خدا با ماست و با ما تنها نیکی می خواهد. او بسیار می خواهد که ما با او باوری داشته باشیم و از مناسبت های نزدیک با او حلاوت بریم. با خدا نظر نمایید. با او خود را دیگرگون نمایید. رخصت دهید تا محبت و مهربانی او روح شما را آرام نماید. دقت خود را به او و محبت او که قدرت ما را دیگرگون کردن دارد جلب نمایید. آنگاه شما به مشکلی های خود به طور دیگر می نگرید. شناختن خدا شفا می بخشد. در انجیل یوحنا باب 10 آیه 10 عیسی میگوید: من برای آن آمدم که شما حیات داشته باشید و حیات فراوان داشته باشید. او میخواهد که به ما زندگی که هنگام آفرینش اندیشیده بود نصیب گرداند. کتاب مقدس. خدا به واسطه انجیل به ما سیرت مهربانی و اراده خودش را آشکار می نماید. سخن خداوند پر از مصلحت های پر حکمت برای حل دلپرانه و آسان از مشکلی های زندگی می باشد. امروزه برای آموزش کتاب مقدس وقت جدا نمایید تا درک کنید که خدا شخصا به شما چی گفتن می خواهد. شما برکت زیاد می‌بینید. آموزش انجیل برای مستحکم نمودن ایمان به خدا کمک می‌نماید. آموزش کتاب مقدس برای شناختن خدا و باوری به او کمک می‌کند. ما قصه آن را که چیتر او وعده داده به وعده خود وفا کرده است می‌خوانیم. این دانش‌ها باوری ما را به او مستحکم می‌کند. مطالعه دائمی انجیل مناسبت دو طرفه را به خدا مستحکم می نماید. وقتی که ما او را از نزدیک می شناسیم و به او بیشتر باور می نماییم، مناسبت های ما مستحکم تر می شوند. تجربه معمول شخصانی که انجیل را می آموزند
این از خود کردن آن می باشد. جریان از خود کردن، چنانچه ما از موضوعهای پیشین درباره فعالناکی جسمانی آگاهی داریم، زمینه خوبه برای نگاه داشتن سلامتی و فعالیت مینه سر می باشد. متنهای از یاد کرده این سرچشمه دستگیری و روح بلندی در وقت مشکلی ها می باشد. خدا در انجیل برای ما درک عمیق خوشبختی و خوشنود بودن از زندگی را آشکار می نماید. از بس که خدا ما را خیلی خوب می داند، دوست می دارد و با ما نیکی می خواهد، بنابر این امرهای او را اجرا نمودن این از همه بهترین و درستترین کاریست که ما می توانیم بکنیم. فرموده های خداوند تصادفی نیست. هر یکی از آن علاقه سببیت را انعکاس می نماید. اگر ما حداقل یکی از آنها را این کار نماییم، عاقبت منفی به بار خواهد آورد. این حقیقت در کتاب اشعیا نبی آشکار می شود. در جایی که خدا با خلق خود سخن می گوید، اگر با دقت بخونیم، امکان شنیدن آن که خداوند با عشق دعای خیری که به خلق خود کرد و آنها به آن به اعتنایی کردند خاطر رسان می کند. خداوند که رها کننده تو و قدوس اسرائیل است چنین می گوید: من خداوند خدای تو هستم و تو را تعلیم می دهم که به خودت فایده برسانی و تو را براه هدایت می نمایم که باید با آن بروی. کاش که به احکام من گوش می دادی، آنگاه آسایشتگی تو مثل نهر و عدالت تو مثل موجهای بحر می بود. اشعیا باب 48 آیه 17 و 18. اگر ما به او اعتقاد داریم و باوری داریم که او می داند که برای ما چی بهتر خواهد بود، آنگاه از پس او می رویم. بعضاً ما نمی توانیم که علاقه پوره را ببینیم تا آن دمی که خلاصه درست نبراریم. لیکن اگر ما سیرت حقیقی کسی را که او به ما می گوید که به کدام راه باید رویم، آنگاه ما به او باور می کنیم و پرینسیپ هایی که او با ما آشکار نمود انتخاب می نماییم. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش.
الینا اویت، کتاب نخست پدران و پیامبران، باب یکم. برای چی به گناه اجازه داده می شود؟ اکنون ادامه آن را با هم می شنویم. به آنهایی که با او همراه می شوند حکمرانی نو و بهتری را که در آنها هر نفر از آزادی لذت می برد وعده داد. فرشتگان زیاد نیتی از او پیروی کردن را بیان نمودند. از روح بلند شوی که دعوتهای او با آن قبول گردیده بودند سرفراز شده، امید داشت همه فرشتگان را به جانب خود جلب نماید تا که به خود خدا مانند شود و بالای تمام اهل آسمان حکمرانی کند. اما آن زمان نیز فرشته های صادق لیوتسفر و پیروان او را برای اطاعت به خدا راضی می کنانند. آنها در خصوص آن عاقبت‌های مرگ‌آوری سخن می‌گفتند که نتیجه بی‌اطاعتی می‌گردند. آنها معتقد می‌کردند که برای آفریدگار شکستنی، استادگری گستاخانه آنها و به طور ارزنده جزا دادن هیچ مشکلی ندارد. هیچ فرشته‌ای نمی‌توانست به شریعت الهی که چون خود خدا مقدس بود با موفقیت مقابلیت نشان دهد. آنها فرشته ها را آگاه می کردند که به دلیل های دروغی لیوتسفر گوش ندهند. او را راضی می کردند که با همراهی پیروان خود فوراً به نزد خدا بروند و در نزد او پشیمانی های شان را از گمراهی های خود اظهار نمایند و از گناه خود از آن که آنها دعوای خرد و حاکمیت را کردند توبه کنند. بسیاری ها برای این راضی کنانی ها گوش دادند، از نارضایتی خود توبه کردند و از نو به دست آوردن مرحمت پدر و پسر میل داشتند. اما لیوتسفر باز یک نیرنگ دیگر را آماده کرده بود. فتنه انگیزی پر اقتدار اظهار نمود که فرشته هایی به نقطه نظر او هم فکر از حد گذشتند و اکنون راهی بازگشت ندارند و او با شریعت الهی آشنا است و می داند که خدا آنها را نخواهد بخشید. او بیان نمود که همه اشتیاقمندانی به نفوذ آسمانی خواهش اطاعت کردن را داشته از مرتبه، عزت و احترام خود محروم می شوند. اگر سخن درباره او رود، پس او دیگر هیچگاه حاکمیت عالی مسیح را اعتراف نمی کند. یگانه چیزی که به او و طرفدارانش مانده است، می گفت او این همه حمایه نمودن آزادی خود و با زور قدرت به دست آوردن آن حقوق هایی می باشد که اختیارانه با آنها نخواستند بدهند. در حقیقت برای خود شیطان در رابطه به توبه کردن دیگر دیر شده بود، اما با فرشته های فریفته نموده او کار رنگی دیگر داشت. همدردی و خواهش های صمیمانه فرشتگان بیگناه برای گمراه شدگان در امید را باز می کردند. و اگر آنها به صدای آگاهی گوش می کردند، آنگاه دام های شیطان را که آنها را فریفته بود برطرف می کردند. اما مغروری، محبت به حاکمی خود، هوس بلندی، آزادی نامحدود آنقدر آنها را فرا گرفت که صدای محبت و دلسوزی الهی را به طور قطعی رد کردند. خداوند به شیطان اجازه عمل نمودن را تا زمانی داد که روح نارضایتی و عصیان آشکار مبدل یافت. این برای آن ضرور بود تا که نیتها و نقشه های او به اندازه پوره آشکار شوند تا که طبیعت اصلی و مقصد آنها در نزد همه معلوم گردند. لیوتسفر کروبی تدهین شده مقام بلند را اشغال می کرد. او را تمام اهل آسمان صمیمانه دوست می داشتند و به آنها تأثیر زیاد می رساند. حکمرانی خدا نه تنها از بالای اهل آسمان بلکه به تمام سیاره های آفریده او نیز پهن می شد و لیوتسفر به خلاصه آمد که از بس که به او از پشت خود بردن فرشته های آسمانی میسر گردید، او می تواند سیاره دیگر را نیز به خود تابع سازد. او نقطه نظر خود را خیلی ماهرانه بیان نموده، برای به مقصد خود نائل شدن از هیچ گونه فریبگری و دروغ بافی ها حذر نکرد. قابلیت وسوسه اندازی او بسیار زیاد بود. نقاب دروغ را به چهره کرد. او به یک قدر افضلیت صاحب گشت. همه عملهای او آنقدر روپوش شده بودند که در اول فرشته ها ماهیت اصلی آنها را فهمیده نتوانستند. تا وقتی آشکار گردیدن این کردار، هیچ کس نتوانست طبیعت زشت نقشه های او را درک کند و نارضایتی او چون عصیان قبول نمی شد. حتی فرشته های صادق خصلت او و عاقبت های عملهای او را پورا فهمیده نتوانستند. در اول لیوتسفر دامهای وسوسه را آنچنان ماهرانه می بافت که هیچ گونه شبهه را به میان نمی آورد. فرشتگانی که به جانب خود مایل کردن آنها برایش میسر نگشت، در بی‌پروایی به منفعت‌های اهلی آسمان عیبدار می کرد. او فرشتگان صادق را در آن عملهای عیبدار می کرد که خود به جا به جا آورد. شیطان با دلیل‌های گوناگون کوشش می کرد تا نسبت مقصدهای خداوند تخم حیرت بکارد. چیزهای عادی ترین او با پرده اسرار روپوش می کرد و برای به گفته های
عادی ترین واجب الوجود شبهه نمودن ماهرانه مجبور می نمود. مقام بلندی او آن چیزی که با او حکمرانی الهی علاقه زید داشت به دروغ های بافته ای او اعتباری بزرگ می بخشید. خداوند می توانست فقط چنین واسطه هایی را استفاده ببرد که به حقیقت و پاک سرشتی جوابگو باشند. اما شیطان اصول هایی برای خدا ناروا بوده را محض خوشامدگویی و دروغ را به کار می برد. شیطان با بیان نمودن آن که خدا قانون های خود را ناعادلانه به زوری بفرشته ها تلقین نموده است و از موجودات های آفریده خود اطاعت نمودن و فرمانبرداری را طلب کرده، او تنها خود را بالا برداری را جویاست. تمام کوشش را به آن به خرج می داد که کلام خدا را غلط و سیستم اداره کنی آسمان را نادرست معنی کند. بنابر این تمام اهل آسمان و ساکنان سیاره دیگر باید به آن باوری حاصل می کردند که حکمرانی خدا عادلانه و شریعت او کامل است. شیطان باشد کوشش می نمود که تا هوسمندی زیادی خود را نسبت آسوده حالی کائنات تصویر نماید. بنابراین خصلت اصلی غاضبیت و نیتهای حقیقی او باید در نزد همه آشکار می شدند. وقت ضرور بود تا که اعمالهای بدش او را فاش سازند. در عصیانی که شیطان در آسمان برانگیخت، او خدا و پرنسپ‌های حکمرانی او را عیبدار می کرد. او تصدیق می کرد که تمام بدی نتیجه ناکاملی حاکمیت الهی گردیده است. چون لیوتسفر اظهار نمود که خواهش یگانه ای او بهتر نمودن فرایزهای واجب الوجود است، خدا روا دانست که ماهیت اصلی طلبات های او تغییرات های تخمین شونده در شریعت الهی آشکار شوند. شیطان را باید عملهای او محکوم می کردند. در ابتدا شیطان تصدیق می کرد که عصیان نمی بردارد، بنابراین تمام کائنات باید فریبگری فاش شده را می دید. حتی آن زمانی که او از آسمان سرنگون کرده شد، خردی به انتها او را نیست کرد. از بس که خدا تنها خدمتی در محبت اساس یافته را قبول می تواند، صداقت موجودات آفریده شده به او باید از باوری قطعی به عدالت پروری و عالی همتی الهی سرچشمه گیرد. اگر خدا شیطان را در همان لحظه نیست می کرد، آنگاه اهل آسمان و ساکنان سیاره های دیگر که برای درک نمودن طبیعت اصلی گناه و عاقبت های آن آماده نبودند، می توانستند عدالت خدا را نفهمند. در چنین حالت آنها به خدا نه از روی محبت بلکه از ترس خدمت می کردند. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.